اگر ممکن است بفرمایید فقیه و مجتهدی که باید مسائل دین خود را از او بگیریم دارای چه شرایطی باید باشد؟ تقریبا 8 شرط باید داشته باشه که انشاءالله ذهن من یاری کنه ببینیم چند تاشو میتونیم. اول اینکه باید مرد باشد. اون فقیهی که ما در اصل اینه که خدای تعالی از ما خواسته که خودمون بریم مجتهد بشیم. بله. شخصی که مجتهد بشود اگر خودش مجتهد باشد نه تنها نباید تقلید کند بلکه حرام است که بخواهد دینش رو از شخص دیگر بگیرد. اگر خودمون بنا به هر دلیلی مجتهد نشدیم باید مجتهدی داشته باشیم جامع الشرائط که بتونیم دینمون رو حالا هم در بحث احکام هم در بحث اخلاق و هم در بحث اعتقادات باید فقیهی داشته باشیم که دینمون رو از او بگیریم. فقط تفاوتش این است که در مسئله اعتقادات به ما امر شده اول بفهمید حلاجی کنید بعد قبول کنید. باید مرد باشد، یعنی یک خانم میتونه مجتهد باشد در هر سه علم، اما نمیشود مرجع بشود، دیگران نمیشه اجازه ندارن دینشون رو از او بگیرن، خودش برای خودش میتواند. در بحث اخلاق ما نمیتونیم به یک خانم رجوع کنیم، در بحث اعتقادات همینطور، در بحث احکام همینطور، یک خانم نمیشه مرجع باشه. بله. چرا؟ میتونه خودش برای خودش مجتهد بشود. پس اول باید مرد باشد، دوم بالغ باشد. شخصی که بالغ نباشد میشه مجتهد بشود. ما در طول تاریخ داریم علمای بزرگانی که قبل از سن بلوغ به درجه اجتهاد نائل شدن. بله. اما تا وقتی بالغ نشده نمیشود مرجع برای دیگران قرار بگیرد که مردم بخواهند اعتقاداتشون رو یا مسائل فقهی و احکامشون رو یا مسائل اخلاقیشون رو در بحث اخلاق از او بگیرند. سومین شرط اینه که باید عاقل باشد. بله. چهارمین شرط اینه که شیعه 12 امامی باشد. پنجمین شرط اینه که زنده باشد. انسان کسی که میخواد دینش رو از او بگیرد در هر سه بحث باید زنده باشد. این بدعت منحرفینه که قائلن که فقط مثلا این چند مجتهد مرجع هست و بقیه اجازه اجتهاد ندارند و دین مقدس اسلام دینی است که میفرمایند که مجتهد باید حی باشد، زنده باشد. مجتهدی که حتی اگر بعضی از بزرگواران اجازه میدن ما رجوع کنیم، بله، اما باید نمیشه ابتداعا، یعنی شما باید یک مرجع، یک مجتهد، یک فقیه حی و زنده داشته باشید، با اجازه او مسائل قدیم رو از اون مرجع قبلی تقلید کنید. بله. عادل باشد، آزاد باشد و حلال زاده باشد. الحمدلله همه شرایط در ذهنم بود و عرض کردم. یک شخصی که این شرایط داشته باشد در انسان میتونه در مسائل فقهی و مسائل اعتقادی و مسائل اخلاقی دینش رو از او بگیرد و لازم است و واجب است. اگر خودمون مجتهد نیستیم در هر کدوم از این سه علم از یک همچین شخصی با این شرایط تبعیت و تقلید کنیم. در بحث احکام نامش تقلید است. بله. در دو بحث بعد که اخلاق است و اعتقادات تبعیت میگویم. تبعیت. ببخشید من توضیح زیاد دادم چون لازم بود. بله، مسئله مهمی هست.